امروز ایرانیان در اینجا تجمع بزرگی رو برگزار کردند در کنار کلیسای قدیمی شهر کلن در میدان رونکالی این شهر، و در واقع همچنان که خودت هم گفتی یکی از گروه های پادشاهی خواهان ساکن آلمان در واقع این تجمع رو برگزار کردند و شعارهایی که میدن بیشتر متوجه علی خامنه ای و سپاه پاسداران هست و در واقع خواهان اتحاد میان همه گروه ها و جریان های مختلف هستند. درسته که این تجمع رو بر پادشاهی خواهان برگزار کردند، اما از احزاب و جریان های مختلف مخالف جمهوری اسلامی هم در اینجا هستند. همچنان که در تصویر میبینید تجمع کنندگان در اینجا پرچم های ایران در دست دارند و چند هنرمند از کشورهای مختلف اروپایی به اینجا آمدند و اجرای موسیقی داشتند و همچنین پلاکارد هایی رو به زبان های آلمانی به فارسی در دست دارند و از این طریق اعلام حمایت می کنند از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی. یکی از هنرمندان که در اینجا اجرا داشتند آقای فرزاد بنی در کنار من هستند. آقای بنی، به عنوان یک هنرمند، حضور هنرمندان در چنین تجمعهایی چه تأثیری میتونه بر خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بذاره؟ درود بر شما جمشید جان و ممنون از حضورتون. مسلما نقش هنرمندان همیشه در این خیزش ها و انقلاب ها چشمگیر بوده. در شرایطی که ما امروز میبینیم، کشور ما یک کشوری از دارای اقلیم های متفاوت، دارای اقوام متفاوت، زبان های مختلف، ما هنرمندانمون میتونن به عنوان یک، میشه گفت در اصطلاح یک حلقه از این زنجیر بین این اقوام، بین این تمایزهای فرهنگی قرار بگیرن و نقش کلیدی داشته باشن برای ایجاد اتحاد. شخص خودم را عرض میکنم، در برنامه های مختلفی اومدم، برنامه اجرا کردم، شاید برنامه‌ای بود که از لحاظ شخصی با عقاید من متفاوت بود، ولی وظیفه من بود که در اونجا، چون برای نام ایران و برای این اتحادی که امروز صحبتش رو میکنیم، لازم بوده حضور خودم رو نشون دادم. امروز هم اومدم اینجا در جمع عزیزانی که حضور داشتن تا بار دیگه به این شکل این اتحاد رو نشون بدیم. ما در این شرایط نیاز داریم به این اتحاد و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از کوچکترین فرصتی استفاده میکنه، چه در فضای مجازی چه در بطن اجتماع، برای ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی، از سوژه های مختلف یک سری تیترهایی رو درست میکنن، روی اونها مانور میکنن تا این اختلافات بیشتر و بیشتر بشه و این به بقای اونها کمک میکنه. ما امروز بایستی که این رو به گوش مردم برسونیم از طریق همین هنر و همین موسیقی که داریم. سپاسگزارم. فرزاد بنی بود در کنار من. شرار، در واقع تجمع کنندگان در اینجا بسیار ابراز خوشحالی هم می‌کردند از تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، و در واقع در اینجا در این هوای سرد در واقع این همبستگی تجمع کنندگان رو دور هم گرم کرده واقعا، و همه با هم صدا میزنند و میخوان که صدای مردم ایران باشند و حمایت میکنند و اعلام همبستگی میکنند از این خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی.